رستوران یونانی دلفی در شهر وست‌وود لس‌آنجلس میزبان مراسمی بود که برای قدردانی از دستاوردهای هنری بهار سومخ، بازیگر مشهور ایرانی تبار ترتیب یافت. در این برنامه که توسط اتاق بازرگانی غرب لس‌آنجلس برگزار شد، گروهی از مقامات شهری، شخصیت‌های فرهنگی و چهره‌های هنری حضور داشتند و از موفقیت‌های این بازیگر جوان تجلیل کردند. روزبه فرهانی‌پور از اعضای اتاق بازرگانی غرب لس‌آنجلس است. او تلاش می‌کند در برنامه‌های ماهیانه این سازمان از چهره‌های موفق ایرانی تبار هم قدردانی شود. و اینجا امروز خانم بهار سومخ از چهره‌های سرشناس سینمایی ایرانی آمریکایی و همینطور ریل استیت لس‌آنجلس رو در کنار خودمون داریم که شهر لس‌آنجلس از ایشون به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعیش تقدیر به عمل آورده و همینطور اتاق بازرگانی نیز از ایشون تقدیری به عمل آورده و قدردانی میکنه از زحمات فرهنگی که به جامعه لس‌آنجلس و اتاق بازرگانی انجام داده. بهار سومخ فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سال 2001 شروع کرد. او با بازی در فیلم کرش یا تصادف به اوج شهرت رسید. اثری از پل هگیز که در سال 2004 جایزه اسکار بهترین فیلم سال را برد. بهار یکی از بازیگران موفق ایرانی تبار در هالیوود است. او تجربه بازی در فیلم‌های مطرحی چون سیریانا، میشن ایمپاسیبل و یا سارا در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. تو میشن ایمپاسیبل بودم با تام کروز، فیلیپ سیمور هافمن، خیلی آدمای خیلی ساز دارم می‌کنم با آدمای انبلیویبل کار کردم، ساندرا بولک، دان شیتل، برندن فریزر، مات دیمون، مات دیلن، با همشون کار کرده بودم. The rules of the game are simple. Consequences for breaking them are great. Death. You're being tested. Your will is being tested. Your will to keep someone alive. Can you do that? Can you follow the rules and grant someone the gift of life? What is this? No! Get it! Ah! No! No! What is this? What are you doing to me? اول فکر میکنم بهترین ادوایس که به هر کی بدم معلمای خوب پیدا کنین که بتونین یاد بگیرین. بعدن باستی رپرزنتیشن، یه کسی پیدا کنین که راستی بلیو میکنه که شما میتونین این کارا بکنین. این بیزنس راستی یه چیزی هستی که باستی آدما رو بشناسین، با هی آدیشن برین که یه روز ایشالا وقتتون بشه که میتونین توی فیلم بازی کنین. در این مراسم تعدادی از دوستان، اعضای خانواده و اقوام بهار هم شرکت داشتند و از دستاوردهای حرفه‌ای او تجلیل کردند. منیژه سومخ، مادر بهار: اولین دفعه که بهار رو توی پرده سینما دیدیم واقعا برامون خیلی جالب بود. خیلی دیفرنت بود از زندگی نرمال روزانه ما و این بود که خیلی لذت بردیم از کار بهار و همیشه هم پشتیبانش بودیم برای کاری که میکرد. سبا سومخ، خواهر کوچک بهار: And the first time I saw Bahar on the big screen, it was. اولین باری که بهار رو روی پرده سینما دیدم خیلی هیجان زده شدم. باورم نمیشد خواهر بزرگترم که عاشقانه دوستش دارم یکی از بازیگران فیلم بود. تماشاگران نگاهش میکردن، به صداش گوش میدادن. احساس خوبی بود. همه خوشحال شدیم وقتی بهار رو در مراسم اسکار دیدیم. او نماینده جامعه ایرانی بود. وقتی روی فرش قرمز با غرور به خبرنگاران گفت ایرانی تباره، بهش افتخار خاطر کردم. حالا که امروز اومدم اینجا به خاطر بهار عزیزم که بهار رو من از بچگی با خانواده‌اش و خودش آشنام و خیلی خوشحالم که این موفقیت‌ها رو داره و مخصوصا فیلم کراش که اخیراً خیلی گل کرد و خیلی طرفدار پیدا کرد و بهش تبریک میگم که تونسته با این مدت کوتاه اینقدر موفقیت داشته باشه و موفقیت‌های خیلی بیشتری براش آرزو می‌کنم.
این روزها بهار سومخ در فیلم‌های کمتری بازی می‌کند و بیشتر به عنوان مشاور املاک در لس‌آنجلس بزرگ فعال است. من واسه اینکه فامیل دارم کار اکتینگ دور به دور دنیا بستی بری چند ماه چند سال یه وقتا منم واسه من هیچی واسه من مهمتر نیست از بچه هام پس ول کردم کمتر میکنم فقط چیزایی که تو لس آنجلس هسته میکنم با عوض کردم به کار ریل استیت من خیلی عاشق خونه هستم و چقدر خونه امپورتنته واسه همه پس ول کردم یکم کمتر اکت میکنم و زیادتر به کار ریل استیت رفتم اتاق بازرگانی غرب لس‌آنجلس امیدوار است در برنامه‌های آتی خود از چهره‌های ایرانی تبار بیشتری قدردانی کند. شهروندانی که با سعی و تلاش خود سهم مهمی در رشد و شکوفایی لس‌آنجلس داشتند. بهنود مکری، صدای آمریکا.